امروز میخوام یه راهی رو بهتون معرفی کنم که با تایپ کردن پول در بیارید، بدون سرمایه گذاری، بدون دانش خاص، بدون نیاز به مدرک دانشگاهی. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که با انگشتاتون تایپ کنید و در روز تا چندین دلار درآمد داشته باشید. پیشنهاد میکنم این آموزش جالب رو از دست ندید. تو یکی از ویدیوهای این کانال که لینکش رو این بالا میذارم بهتون یاد دادم که چطور تستر بازی و نرم افزار شید و از این طریق از داخل خونتون تو ایران پول بسازید. بهتون گفتم اگه از این نوع درآمدهای دلاری خوشتون میاد و دوست دارید بیشتر یاد بگیرید کافیه بهم بگید. من میتونم صدها راه مختلف برای داشتن درآمد دلاری و کار کردن با کمپانی‌های اینترنتی تو سر تا سر دنیا بهتون معرفی کنم، بهتون یاد بدم تا ببینید، یاد بگیرید و مهمتر از همه اینکه تصمیم بگیرید که در نهایت کدوم راه مناسب شماست. امروز میخوام یه راه خیلی باحال و جالب رو بهتون معرفی کنم. شاید خیلی ها باورشون نشه اما حقیقت داره. این کار یه کار کاملا قانونی هستش و تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که نوشتاری که رو تصویر ظاهر میشه رو تایپ بکنید و مزدتون رو آنلاین دریافت کنید. حالا بهتون میگم داستان از چه قراره. اول خودم رو معرفی میکنم. من رمان تاله هستم، نویسنده کتاب 11 ماه تا کسب درآمد دلاری از یوتیوب و این کانال یوتیوبی من هستش. شما یکی از ویدیوهای من رو میبینید. ما اینجا هر قسمت یه جایزه داریم، جایزه که به شما بیننده گل تعلق میگیره. مسابقه برگزار میکنم، یعنی از بچه ها سوال میپرسم، کسی که جواب درست سوال منو تو کامنت ها بده برنده جایزه ما هستش. یه جایزه به ارزش 800 هزار تومان که شرکت توی دوره آنلاین تخصصی در خصوص کسب درآمد دلاریه. لینک دلار تو دیسکریپشن میذارم، برید ببینید ارزشش رو داره. بیاید سوالو بپرسم. سوال این سری هم مال چیستان کودکانه ها. همین تصویر رو ببینید بچه ها، این تصویر اینجا چی نوشته؟ همین بهم بگید تو این تصویر این چی نوشته. اوکی، خیلی خوشحال میشم. لایک کنید، سابسکرایب بکنید، زنگوله بغل رو بزنید و اینکه حمایتم بکنید. بیزنسی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم بچه ها بر مبنای حل کپچاش گرفته. حالا کپچا چیه؟ کپچا چیزیه که ما انسان‌ها سال 2000 اختراعش کردیم. یه سری کدها تو دنیای اینترنت که انسانو از ربات تشخیص میده. حتما شده شما موقع ثبت نام اینترنتی ازتون خواسته بشه که مشخص کنید که انسان هستید. عموما اینجوریه که یه سری حروف یک سری تصویر بهتون نشون میده و ازتون میخواد که هر چی که میبینید اونجا تایپ بکنید. یا تو نسل جدیدترش گوگل سرویسی رو نمایی کرده که یک سری تصاویر نشون میده و ازتون میخواد که یه سری چیزای خاص اون تو پیدا کنید. به این میگن کپچا. کپچا رو وب نویس ها تو قسمت های خیلی خاص وبسایتشون میذارن تا ربات ها نتونن اونجا کارهای خرابکارانه انجام بدن. مثلا بچه ها، گوگل دوست نداره که یه رباتی بیاد ظرف یک ساعت 1000 تا ایمیل جعلی درست بکنه، 1000 تا اکانت جیمیل درست کنه و بعد بره. با کپچا جلوش رو میگیره. یعنی هر ثبت نامی که میخواد شروع شه یه کد کپچا میاد و اون ربات نمیتونه این کد رو حل کنه، ربات نمیتونه جواب کپچا رو بنویسه، پس عملیات با شکست مواجه میشه. خب پس فهمیدید کپچا چیه. حالا با اومدن کپچا یک سری از بیزنس ها به مشکل برخوردن، چه قانونی چه غیر قانونی. غیر قانونی ها، اسپمرها، هکرها، اینها دیوونه شدن چون دیگه ربات هاشون نمیتونست درست کار بکنه، کپچا جلوشون رو میگرفت. از طرفی حتی بیزنس های قانونی مثل یک برنامه نویسی که روی پروژه خاص داره کار میکنه و سیستم امنیتی کپچا داره دیوونش میکنه، یا حتی یک سری شرکت ها برای یک سری مصارف خاص. اوکی، این شکلی شد که مزارع کلیکی به وجود اومدن بچه‌ها. این سری میخوام ببرمتون مزارع اینترنتی، یعنی اونجا میخوام کارگر مظلوم یک مزرعه بشید. یادتون هستش تو ویدیوی مربوط به کارهای غیرقانونی کارگر مظلوم بازار سیاه شده بودید. اوکی، اینجا کارگر مظلوم مزرعه اید. مزارع کلیکی بچه‌ها اینجوری کار میکنن که یک سری انسان کپچاها رو برای ربات‌ها حل میکنن. یعنی این سری شما در خدمت ربات ها هستید، واسه شون کپچا حل میکنید تا بخوام به کار خودشون ادامه بدن. حالا پس ماجرا چه خبره؟ همیشه بهتون میگم پس ماجرا چه خبره دیگه. پس ماجرا اینه که یا قانونی یا غیر قانونی، یا یک سری از افرادی مثل هکرها و اسپمرها پول دادن که یک جمعیت عظیمی از انسان بخوان یک سری کپچا حل بکنن، یا اینکه یک سری شرکت ها برای مصارف خاص یا حتی برنامه نویسا پول دادن تا بخواد کپچا هاشون حل شه و شما کسایی هستید که کپچا ها رو حل میکنید. تا تو ایران کمتر این بیزنس رو بشناسن بچه‌ها، اما تو هند و مالزی من فکر میکنم از هر 10 نفر یک نفر شغل دومش اینه که کپچا حل بکنه و در ماه چیزی در حدود 200 تا 250 دلار نصیبشون میشه مردم از حل کپچا. خب حالا بیاید سیر تا پیاز ماجرا رو بهتون آموزش بدم. خودم میخوام بشینم پای سیستم و ثبت نام بکنم، یه نیم ساعت 40 دقیقه تو این سیستم کار کنم ببینم چند دلار به دست میارم، شرایط چه شکلیه، تا هم یه آموزش درست حسابی بتونم آماده کنم براتون و همین که ببینیم چی میشه دیگه. آره بریم ببینیم تو صفحه نمایشگر. اول ثبت نام شروع میکنیم. اول ثبت نام، بریم. خب بچه‌ها برای شروع وارد وبسایت tocaptcha.com بشید، یه همچین ظاهری داره. برای ثبت نام اینجا روی گزینه
کویک استارت کلیک کنید. خب اینجا باید یه ثبت نام ساده انجام بدیم بچه ها. از نوشتن ایمیلتون شروع میشه، میگه ایمیلتون رو بنویسید و بعد یه پسورد دل بخواهی انتخاب بکنید، پسورد مجدد تکرار کنید و توی این قسمت حتما باید مشخص کنید که ربات نیستید دیگه. آره. خب اینجا یه سری سوال ازتون میپرسه، من وریفای میکنم، در نهایت هم روی گزینه رجیستر. ثبت نام تموم باید بشه. آره ثبت نام تموم شد. اینجا I'm a worker روی next کلیک میکنیم و اینجا داشبورد حسابمون هستش. خب از قسمت start work کارمون شروع میکنیم. بچه ها اینجا یه قسمتی رو واسمون آورده به اسم training mode، یعنی حالت حالا آزمایشی، حالت تمرینیش به اصطلاح. و بعد اینجا هم نوشته که قبل از اینکه بخواید کارتون رو شروع کنید با حالا سرویس ما، خواهش میکنیم حالا بخش مثلا تمرینی رو انجام بدید و اینکه میگه این رایگانه، خیلی سریع و آسون شما یاد میگیری که چطور اشتباه نکنی تو اون مقیاس واقعیش. میگه یاد میدیم که چطور چیزیش میخواد یاد بگیره. گزینه استارت کلیک میکنم. اولین سوالی که ازم میپرسه یه کپچا واسم آورده 281777، میگه اینو بنویس. من اینو سریعا مینویسم، آسون بود. کل کارتون همینه بچه، روی سنت کلیک کنید. کپچای دوم no4yssm همچین چیزی بود، بنویسم روی سنت میزنم. کپچای سوم بچه اینجا داره به هم توضیح میده که مثلا میخوام تو این قسمت میخواد بهمون یاد بده که 1 رو با 7 اشتباه نگیریم. باید بنویسیم 1 5 7 2 5 8 9 7. مجدد گزینه سند میزنم. اینجا بچه ها 5 NGF 7 F، یه نکته داره این سوال اینجا داره بهمون میگه که شما نباید اینا رو سوا بنویسی، باید همین شکلی که من نوشتم با هم باید بنویسیشون. اینو من میدونستم، روی سند کلیک میکنیم. اینجا باید بنویسم سانست رود ولی با فاصله، آسون بود. بعدی رو باید بنویسم TROITOATHO، روی سند میزنم. اشتباه، جالب، چی شد که اشتباه شد؟ بیاید بخونیم بچه. اینجا نوشته که حواست باید باشه ما اونایی میخواییم که زیرش فقط دایره هستش، زیرش دایره هست، زیر دایره هستش. ببینید اینجا هم نوشته دیگه، اینجا نوشته under circles، یعنی زیر دایره ها رو فقط میخواد، بس میشه TOOTH. بعدی خب بچه ها من تستا رو انجام دادم، گفتم شاید حوصله‌تون سر بره که بشینیم حالا 45 تا تست رو اینجا حل کنیم، کات دادم و اینکه یکی دو تا الان مونده که این یکی دو تا رو انجام بدیم تا اون لحظه‌ای که حالا تست تموم میشه میخوام ببینم چه پیغامی زاری میشه و چیکار باید بکنید این قسمت رو از دست ندید. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب شماره تست 42 رو حل میکنم بچه. اینجا میگه شماره خیابون، شماره خونه اینا رو پیدا کن. یه دونه اینجا شماره هستش، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. رو سنت کلیک میکنم. تست شماره 43 این چیز عجب غریبی آورده، ندارم چیه، چی نیست از منم. اگه میگه اگه نمیتونی بفهمی اینو فکر کنم باید بزنم. آره آره، اینم میگه که بنویس I'm good. شماره 44 آخرین، 45 دیگه آخرین تست دیگه فکر میکنم. می‌نویسم I am good رو سند میزنم. در نهایت تموم شد. اینجا نوشته education completed، تموم شد، میگه آموزش تموم شده، کامل شده. ولی حتما رو استارت باید کلیک، رو استارت کلیک میکنم. خب اینجا دوباره یه صفحه قوانینشونه، باید بگم که من قبول میکنم قوانین شما رو و بعد روی گزینه استارت کلیک کنم. خب اینجا هست صفحه‌ای که زبان‌های مختلف رو آورده، الان انگلیسی و فارسی رو به من داده. اگه زبان دیگه ای میدونید اینجا میتونید زبان سومم رو مشخص کنید، حتما کپچه‌ای بهتون میده که با اون زبانه. کار تموم شد. این دقیقا همون صفحه‌ای هستش که الان اگه استارت بزنم و کارم رو شروع کنم دیگه من بعدش به ازای هر تستی که حل می‌کنم، هر کپچه‌ای که حل می‌کنم به پول تعلق می‌گیره. بیاید یه چند تا دونه حل کنیم ببینیم چه شکلیه. رو استارت کلیک می‌کنم. اولین سوالی که واسم میاد اینجا باید بنویسم TFA. حواستون باشه گفته فقط اونایی که زیرش خط داره. اوکی؟ واسه همین. خب سوال بعدی اینجا باید بنویسم Y3NQO. خب الان هر کدومی که بچه‌ها دارم وارد می‌کنم اینجا داره به حسابم پول میشینه، یعنی به ازای هر کپچه‌ای که حل میشه داره به من داره پول میده. در واقع به همین شکل باید این روال ادامه بدیم. خب بچه‌ها همونطور که قولش دادم میخوام پشت سیستم بشینم یه نیم ساعت 40 دقیقه هر جا که میکشم دیگه بشینم کپچه حل کنم ببینم که چه اتفاقی میفته، اینا چقدر پول میدم و اوضاع چه شکلیه. بریم شروع کنیم. Yeah.
My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy. I don't get it, how come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on. واقعا کار سختیه، واقعا کار سختیه. یعنی حلال اون کارگر مزرعه‌ای که این شکلی داره پول در میاره. به سختی 35 دقیقه کار کردیم بچه ها، یه دلار رو خورده، نه یه دلار، یه دلار بیشتر نشد، یه دلار اون خورده شنه کمه اصلا، یه دلار نصیبه میشد. بریم تو پروفایل بهتون نشون بدم. خب این داشبورد کانال من هستش و اینکه پولی که در آوردم 1.04 دلار. اینجا نوشته که توده، یعنی امروز انقدر من درآمد داشتم. حالا وقتی میخوام اینو من برداشت بزنم، اینجا یک گزینه هستش به اسم Request Payout. روی این گزینه کلیک میکنم تو این صفحه. بچه ها ببینید که چه جالب، راه های مختلف پرداخت گذاشته، از وب مانی گرفته تا پرفکت مانی تا بیتکوین. اینها همه از، یعنی از این طریق شما میتونی انتقالت رو انجام بدی. اینجا هم بچه حتی براتون مینیمم پرداختی رو نوشته، یعنی میگه اگر مثلا از وب مانی میخوای استفاده کنی، مینیمم پرداختیت از 50 سنت شروع میشه، نیم دلار شروع میشه. پرفکت مانی هم همین شکلی، بیت کوین ولی 1 دلار. شانس منم میخوام با بیت کوین میخوام، چون 1 دلارم دارم دیگه. خب اینجا تنها کاری که ازم میخواد اینه که شماره ولت بیت کوینم رو اینجا بنویسم واسهشون. بعد اینجا نوشته که هیچ کارمزی هم نداره، 0%. زمانی هم که طول میکشه 1 تا 2 روز کاریه. پس اینجا نمیشه حواستون باشه منظورش از روز کاری دوشنبه تا جمعه است. اوکی؟ دوشنبه ها تا جمعه های هر هفته. خب من اینجا الان شماره ولتم رو مینویسم، شماره کیف پول بیت کوینم رو مینویسم که این 1 دلار بخواد بشینه داخلش. بعد هم روی گزینه سیو ولت کلیک میکنم و منتظر میمونم تا نهایت 3 روز آینده که این پول میخواد به حسابم بشینه. خب تمام. اگه از این مدل روش‌ها دوست دارید، بیشتر یاد بگیرید، کافیه تو کامنت ها بهم بگید. اگه تو ثبت نام به مشکل برخوردید، تو کامنت ها بهم بگید، ازم بپرسید، بهتون توضیح میدم. و اینکه جواب مسابقه قسمت قبل بریم. خب بچه‌ها قسمت پیش ازتون پرسیدم که اون چیه که برای همه لباس میدوزه اما خودش بی لباسه؟ جواب سوزنه. این تمامی کامنت هایی هستن که برای ویدیو قبل من گذاشتید. کسایی که جواب درست دادن، من داخل این فایل تکست ذخیره کردم همه یوزرها رو. این یوزرها هستن بچه‌ها، یه کپی ازشون میگیرم، میریم داخل گوگل، مینویسم سلکشن رندوم تولز، ابزاری که همیشه ازش استفاده میکنیم برای قرعه کشی هامون، این وبسایت بچه‌ها. داخل این وبسایت کادری هستش که تمام یوزرها رو اینجا من پیس میکنم. این تمامی یوزرهایی که جواب درست دادن و در نهایت رندوم چویس. این یوزر یوزری هستش که میتونه با هم تماس بگیره داخل اینستاگرام و هدیهش رو دریافت کنه. خب دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی، با امید دیدارتون.